درود بر مسئولین عزیز، انشاءالله صحت باشین با فامیلای عزیزتان. ما تا استخوان رادیوس خوانده بودیم. بحث بعدی ما در مورد استخوان اولناس. شما ببینین استخوان اولنام مثل استخوانهای دیگه از جمله لانگ بون است، متشکل است از یک اپر اند، یک لاور اند و یک دانه شفت. وقتی که ما اپر اند شو بخونیم طبعا فهمیدیم دیگه، چون در استخوان هموراس هم ما اینو تکرار کردیم. ببینین ساختمانایی که در اینجا موجود است، یک اینی قسمت بالاییش، یعنی این قسمتش نامزی بود، یک دانه پروسس که به نام اولی کرانون پروسس نامیده می شد و اولی کرانون پروسس همراه با اولی کرانون فوسا، این اولی کرانون فوسا توافق می کرد. در کدام وقت توافق می کرد؟ در وقتی که دست خود اکستند کردیم، باز کردیم. ساختمان دوم، از این بالا به پایین بیاییم، اینه ایتو یک ساختمان شکل سلمیه را داره. و شما همیشه گفتیم وقتی که یک باردر بود در هر جای به این ترتیب رفت، یک بار فرو رفته شد نامش میشه ناچ. اگر اتران بود یک بار فرو رفته شد نامش میشه ناچ. مثلا من میتونم ناچ های زیاده ای استخوان هپس نشان بتون براتون. اینه مثلا ناچ، ناچ فار نرف کوتانیوس فیمورال لیترال، عصب که جلد وحشی ران ما را عصب دیگه میکنه. یا این ناچ، یا این گریتر سیاتیک ناچ. ببینین هر جایی که یک فرو رفتگی بود در حاشیه در کناره ما به نام ناچ میگیم. اینی هم به می ترتیب است، نامزی است تروکلیا ناچ یا تروکلیار ناچ. چرا برش میگیم به این ترتیب؟ به خاطر که نامزی نمی بود تروکلیا، شکل گوتک ماننده داشت، نامش بود تروکلیا. پس تروکلیا همراه با تروکلیا ناچ این مفصل میشه. دست ما را ما فلکشن و اکستنشن به این ترتیب از روی زمین میکنیم. ساختمان دیگه ای که موجود بود اینجایش کرونوایت پروسس. میبینین اینی که من این بازم آبی میسازم براتون، نامش هست کرونوایت پروسس. به خاطر چی بود کرونوایت پروسس؟ به خاطر که همراه با کرونوایت فوسا این توافق میکرد. در کدام زمان؟ در زمانی که دست ما فلکشن میشه، از اوور فلکشن زیاد جلوگیری میکنه. ساختمان دیگه پایین تر از این میبینین طبعا برجستگی درشت است، خودتان میفهمین که به نام توبرزیتی برش میگیم، اولنا توبرزیتی. اینه در اینجا قرار داره. و اگر این جنب شما ببینیم بازم یک اماتور، یک چیز حاشیوی است، یک سلمی است. نامش هم میگیم ناچ. کدام ناچ؟ به خاطر چیز ناچ فار اولنا و فار رادیوس، به خاطر که استخوان رادیوس میای امرا با اینمی این به ترتیب قرار میگیره، سر زیبایی قرار میگیره. شما که دستانه سوپنیشن پرونیشن میکنین، سرکنفرنس استخوان رادیوس با اینمی ناچ این مفصل میشه. پس اگر یک سوال کنم که سرکنفرنس رادیوس با چند جای توافق کرد یا مفصل شد، شما میگین یک امرا با اینی ناچ که در استخوان اولنا بود، ناچ فار رادیوس، و دوم امرا با چی؟ امرا با ای ساحه که به نام رادیال فوسا گفتیم توافق کرد، از فلکشن زیاد دست جلوگیری کرد. یام انفریر اند داره، این انفریر اند زیام مشابه به استخوان رادیوس است. اینی جایکش بازم یک پروسس است، مثل استخوان رادیوس نام زیام است استایلویت پروسس. ای استایلویت پروسس آف اولناس و استایلویت پروسس آف رادیوس است. و اینا میبینین قسمت پایینیش هم یک ساختمان دسک مانند داره. نامزی را به لاتین میگه دیسکوس آرتیکولارس و به انگلیسی هم برش میگیم آرتیکولیشن سرفیس فار کارپل بون یا کارپل آرتیکولیشن سرفیس، به خاطر که همراه با استخوان‌های کارپل مفصل میشه. و اینجا شما میبینین شکل تدوری را داره، شکل تدوری که بود حتما یک سرکنفرنس هست دیگه. نامزی هم هست سرکنفرنس آف اولنا، سرکنفرنس آف اولنا همراه با چی مفصل میشد؟ همراه با ناچ که در استخوان رادیوس بود، به خاطر زی همراه با او مفصل میشد. پس بیاین ما در مورد سرفیس های زیام صحبت کنیم. اینه باز یک خط میکشه، میبینین اینی یک دانه باردرش، انتریر باردر، یک دانه باردر در پشت سر داره، پاستریر باردر و یک دانه باردر دیگه اینجا داره. به کدام طرف هستی باردرش؟ به طرف استخوان رادیوس هست، پس به طرف لیترال هست دیگه. انتریر باردر، پاستریر باردر و لیترال باردر. سه دانه سرفیس هم پس داره، انتریر سرفیس، پاستریر سرفیس و یک سرفیس دیگه هم به طرف میدیال سایت می باشه به نام میدیال سرفیس. اینجا قرارش به تو میزید است، پس میدیال سرفیس. یا هم بود استخوان اولنا. و در مورد استخوان‌های دست خو آسان بود، ما استخوان‌های کارپل خواندیم، میتا کارپل و فلنکس ها خواندیم که فلنکس های ما 5 دانه بود و هر فلنکس ما، هر انگشت ما 3 فلنکس داشت، پراکسیمال، میدیوس، دیستال، بدرس است، انگشتش هست. حال بیاین ما صحبت کنیم در مورد
استخوان‌های اطراف سفلی که کم مشکل بود و مسئولین زیاد خواستند که در مورد زی ما کار کنیم. اولین استخوان را که ما در اطراف سفلی خواندیم نام زی بود استخوان هپ بون. شکل قرارگیری هپ بون چه قسم است؟ یعنی ای از طرف راست باشه یا چپ باشه چه قسم قرار بتیم؟ اگر من اینجا قرارش بتم اینجا نه ایسای نیست، به خاطر که ما یک شفره گفته بودیم که همیشه اینی چیزش که به نام گری ترسیاتیک ناج بود باید به طرف عقب باشه اتر. پس اگر من آل اینجا قرارش بتم سعی میشه نه، به خاطر که از سی تا بولم باید به طرف لیترال ساید باشه. پس اینجا قرار بتم سعی شد. از کدام طرف هستی؟ هپ بون ما از طرف بین مشخص شد که از طرف راست است. ای هپ بون ما اینجا قرار داره از طرف راست، اینم بیرونش کردم. اگر هپ بون هم شما ببینین، من براتون یک چیز را گفته بودم، خوب یاد گرفتن آناتومی یک رمز داره که او ایست که اول شما استرکچرش را جور کنین، یعنی چهار چوکات زیر تنظیم کنین، بعد از او هر کدامش را جدا جدا تشریح میتونین. مثلا ما بگویم میره یک دانه لیترال سرفیس داره چون اینجا قرار داره، این هبون ای طرف است. استخوان فیمور هم نه ایتور میایه با ای در اینجا مفصل میشه، پس ای از طرف راست است. اگر من این بیرون کنم بگویم یک لیترال سرفیس، یک دانه میدیال سرفیس، دو سرفیس، یک انتریر باردر، یک پاستریر باردر، یک سوپریر باردر، انفریر باردر. چهار دانه انگل هم داره. اینا انتریر، سوپریر انگل، انتریر انفریر انگل، پاستریر سوپریر انگل و پاستریر انفریر انگل. طبعا مطمئن هستم که شما مانای زیگپای مرام فهمیدین، انتریر و پاستریر هم میفهمین. پس بیاین اول ما بخوانیم لیترال سرفیس شه. سعی کنین دکتر سایبای عزیز به خاطر یادگیری خوب در لیترال سرفیس اولی را بفهمین که ای از سه قطعه استخوانی تشکیل شده. یک اینی قطعه استخوانی اینجا، این سعی کنین ما بازم اینمی جره آبی میسازم. اینی قطعه استخوانی که ما آبی ساختم در کجا قرار داره؟ در قدام، در انتریر. این اینجا اگه قرارش بتیم شما ببینین ای در قدام قرار گرفت، در انتریر قرار گرفت. پس نام زینمی که ما در دستم گرفتیم نامش هست پیوبیک. دوم اینی قطعه استخوانیش که در پشت سر قرار داره، در عقب قرار داره، یعنی ای ساهایش، ای ساهایش تمامگیش نامزی است اسکیوم. ای اسکیوم است که در پشت سر قرار داره، پیوبیک در پیش روی قرار داره و دیگه ایلیوم یا ایلیاکا بالا میگه. اینمی ساحه که ما در دست گرفتیم بینه پتش کردیم با دستم نامزی نمی است ایلیوم. اولین گپ مایی بود که استخوان از سه قطعه استخوانی ساخته شده، ایلیوم، دو پیوبیک، سه اسکیوم. حالا ما میخواییم ایره تشریح کنیم، میخواییم لیترال سرفیس شا تشریح کنم. به خاطر تشریح آسان ایره به سه قسمت تقسیم میکنیم. یک من میگم قسمت بالایی، یعنی قسمت بالایی زی استخوان. دوم قسمت متوسط زی استخوان. سه قسمت پایینی زی استخوان. بیاین اول ما قسمت بالایی زی استخوان را ببینیم. در قسمت بالایی زی استخوان سعی کنین سه دانه خط ما میبینیم. یک دانه خط اینجا می باشه، یک دانه خط اینجا می باشه، یک دانه خط اینجا می باشه، به خاطر عضلات ناحیه گلوتیال که در بخش عضلات برتان ایره باز نشان میتم. سه دانه خط، خط ما چی میگفتیم؟ لاین. پس اینا ما میتونم بگویم پاستریر گلوتیال لاین. گلوتیا چرا گفتیم؟ به خاطر که گلوتیام بالا میگه، ایلیاکام بالا میگه، اعلام بالا میگه و وینگام بالا میگه. هر کدام که شما بگوین تمامش یک معنا میده. اگه ما بگویم میره پاستریر ایلیاکا لاین یا هم درست است، اگه بگویم پاستریر گلوتیال لاین یا هم درست است چون گلوتیام بالا میگه. پس نامزی خط است پاستریر گلوتیال لاین، نامزی است انتریر گلوتیال لاین، نامزی است انفریر گلوتیال لاین. سه دانه لاین یا خط ما در قسمت بالایی دیدیم. دوم قسمت متوسط، این در قسمت متوسط چی را میبینین؟ یک دانه فرو رفتگی کلان، نامش است استابولم. نایی استابولم ای ساحه است تمامگیش. استابولم از خود محتویات داره. چیزها داره استابولم؟ سعی کنین ساختمان اول که در استابولم است، من یک دانه مارکر سرخ میگیرم و ایره با سرخ یادداشت میکنم. شما ببینین این همی ساحه، این هم از سرخ میسازمش. شما ببینین شکل لانه طبقات گرفته، یعنی شکل یک هلالی شکل است. همی ساحه را که من سرخ ساختم ببینین شکل هلال است، به خاطر از این نامش هست لونت سرفیس. لونت سرفیس آف اسیتابولم. لونت سرفیس آف اسیتابولم است فار، به خاطر چیز؟ به خاطر هیت آف فیمور. این هیت استخوان فیمور در اینمین جمعه چرخه. شما که پایای تانه
فلکشن میکنین، اکستنشن میکنین، ابدکشن، ادکشن میکنین، سرکومندیشن میکنین، هر حرکتی که انجام میتین، یعنی هد استخوان فیمور همراه با اینمی ناحیه استابولم مفصل میشه. دوم ساختمان سعی کنین اینی ساحه، این ای ساحه میبینین یک فرو رفتگیست دیگه، نامش هست استابولم فوسا. استابولم فوسا به خاطر است که در سر فیمور هم اگه شما ببینین یک فوویاس، میبینین فرو رفتگی مدور منظم کم عمق، نامش هست فوویا کپتس فیمور. یک لگامنت هست به نام لگامنت کپتس فیمور که از اینجا منشأ میگیره، همراه با استابولم فوسا میچسبه، ایره در جایش محکم میگیره. از جمله لگامنت های مرکزی است که در استحکام فیمور همراه با هیپبون رول داره، ایره در اینجا در جایش محکم میگیره. پس نام زیام است استابولم فوسا. ساختمان دیگه مطمئن هستم که ایره میفهمین، اینی جگه یک بار فرو رفته شده چی میگین؟ ناچ. استابولم ناچ. و اینی نواحیش هم لبه هایش هست استابولم لیپ یا لیمبوز آف استابولم برش میگه. یعنی این لبه های استخوان استابولم. در قسمت متوسط این اصطلاحات بود. در قسمت پایینی چون ما این را از اول به 3 قسمت تقسیم کردیم، قسمت بالایی 3 تا لاین، قسمت متوسط استابولم با محتویاتش، قسمت پایینی سعی کنین یک دانه سوراخ کلان گریتر ابتراتور بزرگ است، نامش است ابتراتور فورامین. ابتراتور فورامین یک چیز بسیار مهم است که در شناخت استخوان که از خانم است یا از آقایان است، از مرد هاست، ما تفکیک میکنیم. در صورت که ابتراتور فورامین مثلثی باشه، استخوان از خانم ها میباشه. در صورت که بایزوی باشه، از مرد ها میباشه که از لحاظ طب عدلی یا از اهمیت است. به تعقیبش شما ببینین اینجا شاخه داره، بازو داره، نام زی استخوان چی بود؟ پیوبیک. پس من میگم اینجا سعی کنین یک دانه بازویش اینجاست به نام سوپریر راموس آف پیوبیک و یک بازویش در قسمت پایینیش میباشه انفریر راموس آف پیوبیک. و اینجا ببینین این استخوان هم نامش بود استخوان اسکیوم. پس اسکیوم هم سعی کنین یک راموس داره اینجا، یعنی راموس یعنی بازویش هست یا شاخهش هست به نام راموس آف اسکیوم در این ساحه قرار داره. پس قسمت پایینیش متشکل بود از استابول از ابتراتور فورامین، یک راموس آف پیوبیک، سوپریر راموس، انفریر راموس آف پیوبیک و همچنان راموس آف اسکیوم. و ساختمان دیگه ببینین شما اینجا هم یک دانه گروو است، یک جوی است در ابتراتور فورامین، نامش هم است ابتراتور گروو. این اصطلاحات در قسمت پایینی استخوان هیپ در لیترال سایدش قرار داشت. بیاین حالا ما میدیال سایدش رو بخونیم. این سایدش در این سایدش وقتی شما ببینین یک فرو رفتگی کلان هم میبینین، اتو فرو رفتگی غیر منظم کلان چی میگفتین؟ فوسا. اگر ما بگویم گلوتیا فوسا درست است، ولی بیاین این بار بر نام زیره میگذاریم ایلیاکا فوسا. چرا ایلیاکا؟ چون ایلیوم است یا بال است، در بال یک فرو رفتگی بود ایلیاکا فوسا. ساختمان دیگه این جرق ملخه میکنم شما ببینین شکل چی نمیده، شکل یک پکه گوش نمیده، به خاطر از این نام زیرام گذاشتن اوریکال سرفیس. اینی یک اوریکال است، اوریکال ما پکه گوش هم میگه، من این شکل پکه گوش داره، نامش هست اوریکال سرفیس. اوریکال سرفیس زی به خاطر چی است؟ به خاطر که همراه با اوریکال سرفیس استخوان میبینین یام اوریکال سرفیس است از استخوان سکروم، همراه با استخوان سکروم ای باید چی شوه؟ مفصل شوه و سبب تشکیل به این ترتیبی ها قرار میگیرن. سعی کنین که یک کانال اوسیلی مادر همه سازد اینجا، یک کانال اوسیلی را تشکیل میده. پس نامزی هم از اوریکال سرفیس. و ساختمان دیگه بالاتر از او باز هم اینجا را سرخ میسازم، نامزی ساحه که سرخ ساختیمش توبرزیتیس، نامش از ایلیاکا توبرزیتی، ایلیاکا فوسا، اوریکال سرفیس اینه و ایلیاکا توبرزیتی. در میدیال سرفیس در قسمت بالاییش ای بود، در قسمت متوسطش میبینین اینجا یک دانه خط است، این تو خط پایین میایه، نامزی خط است آرکیوت لاین یا آرکویت لاین هم برش میگه. ما لاین های مختلف داریم، اگه یک لاین ایتر باشه نامش میشه ترانسورس لاین، اگه ایتو باشه نامش میشه ورتیکال لاین، اگه ایتو باشه نامش میشه ابلیک لاین، ولی اگه ایتو بود منحرفی بود نامش میشه آرکیوت لاین، به خاطر از این نامزی هم است آرکیوت لاین. وقت آرکیوت لاین پیش میایه میبینین این ساحه واضح معلوم میشه، شما دقت کنین به شکل یک تیغه است، اینم از سرخش ساختم، مثل دهنه کارد است. چی میگفتیم دهنه کارد ماننده؟ میگفتیم به نام کرست. پس این کرست در کجا قرار داره؟ در استخوان پیوبیک، نامش هست پیوبیک کرست. صحیح است؟
در قسمت متوسطش و در قسمت پایینی زی استخوان وقت ما ببینیم سکنین ساختمانهای قرار داره، یک باز آمونمو ابتراتور فورامین، باز آم ابتراتور گروف، رموز های استخوان پیوبیک و رموز استخوان اسکیوم. این ساختمان ها در قسمت پایینیش قرار داشت. پس ما دو سرفیس شخاندیم. بیاین ما در قسمت انتریر باردرش صحبت کنیم. این از اینجا تا اینجا اصطلاح داره و پاستریر باردرش هم اصطلاحات داره. اصطلاحات که در اینجا هست، این یک دانه ساختمان اول اسپاین، اینی ساختمان هم اسپاین. فرق زی دو تا اسپاین چیست؟ ای اسپاین در بالا و پیش روی است، ای اسپاین در پایین و پیش روی است. پس همه تو میگم انتریر سوپریر ایلیاکا اسپاین. چرا پیوبیک اسپاین نگفتم؟ چون در پیوبیک خونه است، پیوبیک اینجا است، ای خود در ایلیاکا است دیگه. پس میگم سوپریر انتریر سوپریر ایلیاکا اسپاین. ایشان میگم انتریر انفریر ایلیاکا اسپاین، چون در انتریر و پایین است. و سیوم میبینین اینجا یک دانه ناچ است، ناچ، ناچ فور نرف کوتانیوس فیمورال لیترال، یعنی عصب که جلد وحشی یا لیترال ساید ران ما را عصب دیگی میکنه از اینجا میگذره. این ناچ به خاطر زموس. پایین تر از اون این یک ناچ دیگه است به خاطر عضله ایلیوس واس، از اینجا عبور میکنه. باز ما در جایش میخوانیم این ساحه را ببینین شما، یک ساختمان تپس تپه شکل، ما ایمیننس میگفتیم، نامزامی هم است ایمیننس. ولی کدام ایمیننس؟ سکنین در بین پیوبیک و ایلیوم است، بخاطر زی میگم ایلیو پیوبیک ایمیننس، ایلیو پیوبیک ایمیننس. پایین تر از او این کرست پیوبیک ما پیشتر خواندیم، پایین تر از او توبرکل پیوبیک که شما خواندین، و بالاخره ای ساحش نایه سیمفاسس میشه، سیمفاسیال پیوبیک یا سیمفاسس پیوبیک. در بینشان یک دسک قرار داشته می باشه. در انتریر باردرش ای ساختمان ها. و اگر ما پاستریر باردرش ببینیم، اینه ساختمان هایی که بود، یک پاستریر سوپریر ایلیاکا اسپاین. چرا اینطور گفتم؟ به خاطر که این انتریر بود، این پاستریر است. دوم پاستریر انفریر ایلیاکا اسپاین، اینه دی ساحش پاستریر سوپریر پاستریر انفریر. چرا نمیگین اینجا هم یک ناچ است؟ به خاطر براتون گفتیم که هر اصطلاحی که شما اینجا میخوانین یک رول کلینیکی داره، یک نرف، یک آرتری، یک واین حتما از او عبور میکنه، یا یک عضله و تر یک عضله، ولی فاقد وظیفه است، نام نداره از لحاظ آناتومیکی. پایین اینا ببینین یک دانه ناچ کلان، نامش از گریتر سیاتیک ناچ. عصب سیاتیک قصه‌ش براتون در لکچرها کردیم، شما معلومات دارین دیگه کدام نواحی ما را عصب دیگه میکنه. پایین تر از او این از ای آدم شکسته اینجا، ولی یک دانه اسپاین میباشه، چون در ساحه اسکیوم است، نامش هست اسکیوم اسپاین. و پایین تر از او این باز یک دانه ناچ دیگه موجود میباشه، نامش هست لیزر سیاتیک ناچ. این گریترش این لیزر سیاتیک ناچ. و بالاخره اینی را خو مطمئن هستم که یاد دارین، برجستگی درشت است، پس نامش است توبر سیتی. در کدام استخوان قرار دارد؟ استخوان اسکیوم. پس اسکیوم توبر سیتی نامزی است. بیاین باردرش را بگویم سوپریر باردر. این در سوپریر باردر زی ببینین یک نایه کرست از دیگه. در کدام استخوان است؟ در نایه ایلیاکا است. بخاطر زی نامزی نمی کرست هم میگم ایلیاکا کرست. نامزی است ایلیاکا کرست. ایلیاکا کرست چی داره؟ این یک دانه اوتر لیپ داره، اوتر لیپ لابیوم، و یک دانه اینر لیپ یا انترنال لابیوم ای ساحش. ای بود سوپریر باردر. انفریر باردر خوشبختانه چیز نداره. انگل هایش هم سوپریر، ببینین یکیش در قسمت سوپریر و انتریر است. چی تشکیل میده؟ انتریر سوپریر ایلیاکا سپاین، انتریر سوپریر انگلشه. و ایش که در قسمت پایین و پیش روی است، انتریر انفریر است، ایام توبرکل پیوبیک و نایه سیمفاسس پیوبیک، توبرکل پیوبیک تشکیل میده. در پاستریر انفریرش این اسکیوم توبرزیتی. و در سوپریر پاستریر انگلشه چی تشکیل میده؟ سوپریر پاستریر ایلیاکا سپاین تشکیل میده. ای بود استخوان هپ. موفق باشین ان شاء الله. منتظر تطبیقات بعدی باشید.